امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم. تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. دوشینه پیش رویت آینه را نهادم، روز سفید خود را آخر سیاه کردم. هر صبح یاد رویت تا شامگه نمودم، هر شام فکر مویت تا صبحگاه کردم. تو آنچه دوش کردی از نوک غمزه کردی، من هرچه کردم امشب از تیر آه کردم. صد گوشمال دیدم تا یک سخن شنیدم، صد ره به خون تپیدم تا یک نگاه کردم. چون خواجه روز محشر جرم مرا نبخشد، که از وعده عطایش عمری گناه کردم. درود بر شما. عجب غزلی این غزل فروغی بستامی. دلم نیومد که یکی دو بیت ازش بخونم و رهاش کنم. اتفاقا میخوام حالا که غزل فروغی بستامی رو براتون خوندم، از فروغی بستامی براتون صحبت کنم. سری به چند تا شعرش بزنیم و ببینید این شاعری که حالا در وهله اول فقط اسمی از اون براتون آشناست، یا حتی برای بعضی از دوستان اسمش هم آشنا نیست، چقدر شعرهای خوبی داره و چقدر شعرهای خوبش در حافظه ما مونده و چقدر بی‌عدالتی اگر ما از شعر شاعری لذت ببریم و اون شاعر رو نشناسیم. غیر منصفانه است. فروغی بستامی در واقع از شاعران دوره بازگشت ادبی محسوب میشه. بازگشت ادبی به دوره تاریخی گفته میشه که شاعران به عنوان عکس العمل مقابل شعر سبک هندی که دوره صفویه بود، بخاطر پیچیدگی های صور خیال و معانی و ظرافت های خاصی که در اون شعر بود و زبان ویژه‌ای که داشت، برگشتن به سبک شاعران قدیم که ساده و صریح و دلنشین و لطیف شعر بگن. عکس العمل تاریخی بود، چون در شعر شاعران مثل بیدل پیچیدگی شعر زیاد شد تا جایی که بعضی وقتا معما بود شعرش دیگه. هر شاعری از قدما شاعری رو انتخاب میکرد یا شاعرانی رو به سبک اونها شعر میگفت. یکی مثل سعدی شعر میگفت، یکی مثل حافظ شعر میگفت، یکی به سبک نظامی میگفت. الگو میگرفتن از شاعران قدیم، بخاطر همینم بهشون میگفتن بازگشت ادبی، یه مکتبی محسوب میشه. خب البته که شاعران دوره بازگشت ادبی فی نفسه شاعران بزرگی بودن. من گاهی وقتا مراجعه میکنم اینا، مثلا آذر بیگدلی، قاآنی شیرازی، مشتاق اصفهانی، خود فروغی بستامی، واقعا شاعران بزرگی هن. اما عملا در تاریخ ادبیات ما جایگاه بلندی پیدا نکردن. خب طبیعی هم هست، چون وقتی تو از سعدی پیروی میکنی در بهترین شکلش میشه یک نسخه غیر اصلی از سعدی. خب سعدی اصلش هست دیگه، ما اگر سعدی بپسندیم خب خودش بهترین منبعه. امروز میگن فیک، هر چقدر با کیفیت باشی به صورت اصل نیستی. در بین این شاعران فروغی بستامی از همه موفق تر بوده. در دربار ناصرالدین شاه قاجار شاعری میکرد و مرسومی که فروغی خیلی با ناصرالدین شاه هم نشین هم بود، رفاقت داشتن با هم، خلوت داشتن با هم. ناصرالدین شاه هم چون الان بزرگی بوده، همیشه با خودم فکر میکنم کاش ناصرالدین شاه شاه نبود، چون جز این که شاه باشد خیلی آدم دوست داشتنیه. نقاشی میکرده، شعر میگفته، اهل حال بوده. یه وقتای بودجه زیادی خرج میکرد، میرفت فرنگستان اروپای امروزی که نمایشگاه نقاشی ببینه، تئاتر بره. خوشگذرانیاش خوشگذرانی فرهنگی بود. اگه شاه نبود حتما یک آدم پسندیده تری بود. حالا شاه بودنش هم به جای خود، من نمیخوام قضاوت کنم، ظاهرا اونقدرم که ما فکر میکنیم بد نبوده ناصرالدین. بگذریم. گاهی حتی میشستن مشاعره میکردن با فروغی. مشهوره که ناصرالدین شاه یک مصرعی میگفته، فروغی ادامه میداده، کیف میکردن دیگه، نشسته بودن. حالا اینها به این معنی نیست که فروغی شاعر مداحه، اگرچه مدح شعرش زیاده، خلاقیت های فوق العاده ای داره. گاهی اونقدر شعرش قشنگه و به سبک سعدی اونقدر خوب شعر میگه که تو نمیتونی بین شعر فروغی با شعر سعدی فاصله ای ببینی. من دو سه بیت از یک از غزلاشو براتون بخونم. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، دل دوستان شکستی بر دشمنان نشستی.
سر شانه را شکستم به بهانه تطاول که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی. به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، به غرور و ناز گفتی که مگر هنوز هستی. چقدر ظریفه، چقدر قشنگه. جز این که پیروی سعدی میکنه، یعنی اصل نیست، همه چیز برای این که یه شعر لذت بخش باشه داره و از این دست اشعار فراوان در دیوان فروغی بستامی هست که اینجا جلوی من بازه، دیوان کامل فروغی بستامی، که میخوام از شعرهاش پرده برداری کنم و رونمایی کنم شعرهاشو، با آنکه شعرها بیشترشون مشهورن. سالها پیش در دهه 60 اگر به خاطر داشته باشم، شهرام ناظری عزیز یکی از شعرهای فروغی بستامی رو خوند که فکر میکنم که کیخسرو پورناظری آهنگسازش بود. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. هر دست که دادند از آن دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شریدند. خیلی غزل قشنگی به نظر اومد، تو موسیقی هم خوش نشست با اون تنبور نوازان گروه شمس، علی اکبر مرادی، که خسرو پورناظری. خیلی مجموعه خوبی بود که توصیه میکنم جوانترها به خصوص، حتی اگر موسیقی مورد علاقهشون نیست، برای تغییر مذاق، برای یادآوری یک فرهنگ دیرینه ماندگار، یک گاهی به این موسیقی ها سری بزنن. فکر میکنم اسم مجموعهش از صدای سخن عشق بود با گروه تنبور نوازان شمس، که این که از قشنگترین تصنیف های اون مجموعه است، دوره اوج شهرام ناظری، دوره این غزل هم مال فروغی بستامی. بذار اصلا من یه غزل دیگر هم ازش از فهرست انتخاب کنم، غزل هایی که خب بارها خواندم و واقعا لذت بردم، الان با شما در میون بذارم، بذارید با هم لذت ببریم. حالا بیش از آن که من درباره فروغی و سبکش حرف بزنم، از شعرش بخونم که لذت ببریم از شعرش. حتما که نبود دادم صرفا تعلیمی جلساتو بررسی کنه و برگزار کنه. مثلا این غزل رو ببینید، به به، فکر میکنم این غزل رو هم با آواز استاد محمد رضا شجریان در سالهای دور تو دوره‌ای که برنامه‌های گلها بود شنیدم، فوق‌العاده زیبا بوده. جانی که خلاص از شب هجران تو کردم، در روز وصال تو به قربان تو کردم. خون بود شرابی که زمینای تو خوردم، غم بود نشاطی که به دوران تو کردم. آهیست که از آتشکده سینه برآمد، هر شمع که روشن به شبستان تو کردم. اشکی است که ابر مژه بر دامن من ریخت، هر گوهر غلطان که به دامان تو کردم. صد بار گزیدم لب افسوس به دندان، هر بار که یاد لب و دندان تو کردم. دل با همه آشفتگی از عهده برآمد، هر عهد که با زلف پریشان تو کردم. در حلقه مرغان چمن ولوله انداخت، هر ناله که در صحن گلستان تو کردم. یعقوب نکرد از غم نادیدن یوسف این گریه که دور از لب خندان تو کردم. داد از صف عشاق جگرخسته برآمد، هر گه سخن از صف زده مژگان تو کردم. تا زلف تو بر طرف بناگوش فرو ریخت، از هر طرفی گوش به فرمان تو کردم. تا پرده برافکندم از آن صورت زیبا، صاحب نظران را همه حیران تو کردم. از خواجگی هر دو جهان دست کشیدم، تا بندگی سرو خرامان تو کردم. دوشینه به من این همه دشنام که دادی، پاداش دعاییست که بر جان تو کردم. زد خنده به خورشید فروزنده فروغی،
هر صبح که وصف رخ رخشان تو کردم. فوق‌العاده قشنگه. تناسب‌های لفظی کنار هم نشوندن اون تداعی‌ها، روایت‌های شعری و نشستن درست تصاویر، قرینه پردازی‌هایی که خب زیبایی شناسی اصل فرهنگ ایرانی است و در شعر فارسی این قرینه پردازی که خیلی قشنگ از آب در میاره، که واژه‌هایی که توی بیت میاد در قافیه نهایتاً کامل میشن با هم. اگر قصه‌ای میگویند، اگر تداعی دارند، اگر حسی رو میخوان منتقل کنند، دست همدیگر رو میگیرند کلمات و به ساده ترین و دلنشین ترین شکلی هم این اتفاق میفته. از غزل‌های بسیار خواندنی و شنیدنیه فروغی بسطامی است. اما حالا میتونم غزل‌های متنوع و متعدد دیگری از فروغی بخونم که همش هم جذابه و دوست داشتنی و میتونیم ازش لذت ببریم. اما بذارید در این نوبت بحث درباره فروغی بسطامی که در دوره بازگشت ادبی شعر میگه و طبیعتاً به سبک و سیاق سعدی آنچنان که گفتیم، با یک غزل شاخص او این بحث رو امروز به یک نتیجه‌ای، به یک سرمنزلی برسونم. یکی از غزل‌های بسیار زیبای فروغی است که در مدح و ستایش ناصرالدین‌شاه نوشته شده. اما واقعیت اینه که ما هیچ وقت با خواندن این غزل یاد ناصرالدین‌شاه نمی‌افتیم. اونقدر وجه بیان این غزل عاشقانه است و اونقدر عاشقانگی فروغی شکل شاعرانه پیدا کرده، شما میتونید با هر دلخواه دیگری، میخواهد معشوق باشد یا موصوف دیگری باشد، این شعر رو تطبیق بدید. اهل مذهب بارها دیدم شیعیان این غزل رو، ابیاتش رو میخونن در ستایش امام زمان مثلا. اشکالی هم نداره، شعر همینه دیگه. من و شما اگر یه شعر رو میخونیم برای اینکه با شرایط خودمون تطبیقش میدیم. ما شعر رو برای این نمیخونیم که تاریخ ادبیات بدونیم. شعر سعدی رو من با احساسات خودم تطبیق میدم که ازش کیف میکنم و میخونمش. شعر حافظ رو من تعویل میکنم ازش که به دردم میخوره میخونمش. شعر فروغی بسطامی هم، این که فروغی برای کی گفته این شعر رو برای من و شما مهم نیست. این که من میتونم تطبیق بدم در ذهن خودم، در جان خودم و به مناسبت دیگری بخونمش، اون برای ما مهمه. این غزل فوق‌العاده است. میخونمش، اگر فرصتی بود درباره بعضی از نکاتش با شما صحبت خواهم کرد و گفته باشم که در توصیف ناصرالدین‌شاه نوشته شده، ولی میشناسید این غزل. تا شروع کنم شما احتمالاً با من زمزمه خواهید کرد. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، چشمم به صد مجاهده آیین ساز شد تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را، بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را، مستانه کاش در حرم و دیر بگذری تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو را، خواهم شبی نقاب ز رویت برف کنم، خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را، گر افتدان دو زلف چلیپا به چنگ من، چندین هزار سلسله در پا کنم تو را، توبا و سدره گر به قیامت مرا دهند، یک جا فدای قامت رعنا کنم تو را، زیبا شود به کارگه عشق کار من، هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را، رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را، با خیل غمزه گر به وثاقم گذر کنی، میر سپاه شاه سفارا کنم تو را، جم دستگاه ناصرالدین شاه تاجور، که از خدمتش سکندر و دارا کنم تو را، شعرت ز نام شاه فروغی شرف گرفت، زیبت که تاج تارک شعرا کنم تو را.
بله دیدی دو بیت آخرش دیگه قشنگ از شاه صحبت میکنه، حتی میگه شعر از نام شاه فروغی شرف گرفت. شعرا اسم ستارگان آسمانی، یک مجموعه ستاره است که تاج تارک شعرا کنم تو را، یعنی مقامت بره اون بالا بالاها که تاج یک صورت فلکی بشه، رو ستاره ها قرار بگیره. قصه سکندر رو داره، تلمیحاتی که این شعر داره، تناسب های لفظی، مثلا وقتی میگه بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنند. عالم بالا، کلمه بالا یعنی عالم معنا، ملکوت، و مصرع اول بالا یعنی قده. بالا کلن در زبان و ادبیات فارسی یعنی قده. بعضی وقتا مترادف به کار میگیم قد و بالا، میگفت قد و بالای تو رعنا رو بنازم. بالا یعنی قده. سرو بالا یعنی کسی که قدش مثل سروه. بلند بالا یعنی کسی که قدش بلنده. بالا یعنی قده. حالا میگه بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنند. این بالاها با هم تناسب لفظی فوق‌العاده ای دارن، تدایی های قشنگی دارن. روی تک تک واژه‌ها نمیخوام صحبت کنم، ولی دیدید غیر از ابیات پایانی که صراحت داره که نام شاه آمده است، به هیچ وجه تصریحی اصراری نیست که این شعر رو با یادآوری ناصرالدین شاه بخونیم. قرارم نیست. طبیعی است هر شعری ممکنه شأن نزولش یه چیز مشخصی باشه، ولی ما کاربرد خودمون رو ازش داریم. از کجا معلوم شعر عاشقانه ای که سعدی گفته برای کدام معشوق بوده است و نامش چه بوده است و کجا بوده است؟ ما اینو تعمیم میدیم به حال خودمون. از اینجا میتونه برای هر معنی ستایش انگیزی حتی عاشقانه این غزل فوق العاده زیبا خوانده بشه. با فروغی بسامی بعداً هم سر خواهیم کرد، ولی گفتم تو یک مجلس یه چند تا شعر فروغی رو یادآوری کنم، شاید شما علاقمند بشید و اگر به دیوانش مراجعه نمی‌کنید به نامش در منابعی که دارید مراجعه کنید. گاهی شعرهای قشنگی از فروغی بسامی خواهید دید و ان شاءالله لذت هم خواهید.